قربان علی اسماعیلی، فعال حقوق بشر از لندن، با ما هم هستن. آقای اسماعیلی سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان و بینندگان برنامه شما. بزرگواری آقای اسماعیلی، لطفا نظر خودتون رو در رابطه با گزارش یونیسف در مورد کودکان افغانستان بفرمایید. خب، در قسمت گزارش یونیسف که شما به نشر سپردید، متاسفانه گزارش دردآور و کمبار است. افغانستان علاوه بر مشکلات متعددی که داشت در گذشته و دارد، با قربانی زمین لرزه هم شده که آثار ویرانی جسمی و روانی آن تا سالها با مردم قربانیان آن منطقه خواهد ماند. ما در جریان هستیم که وضعیت واقعا خطرناک است و حکومت طالبان که کاملا عاجز از هر حکومت میباشد، فقط مردم آنجا قربانیان اونجا مونده با دست عادی و ناتوانی و یکی از دلایل مهم هم همین موضوع اسرائیل دین است که دولت غاصب با ادامه حمله بر مردم به دفاع توجه جهانیان را از مسئله افغانستان و شرایط سختی آنان تعریف. آقای اسماعیل، علاوه بر یونیسف، وظیفه سایر مردم و نهادهای حقوق بشری و مؤسسات نیکوکاران در قبال کودکان افغانستان چیه؟ بفرمایید. عرض کنم که فقط وظیفه سازمان یونیسف نیست که باید به کودکان افغانستان توجه بکنند. من مطمئنم که همه بشریت در چه در قالب نهادها و یا اشخاص وظیفه دارن که به کودکان نیازمند توجه کنند، چون این کودکان سرمایه ها و یا به عبارت صاحبان آینده این جهان است. خصوصا آنانی که یک شبه تمام چیزهایشون را از دست می دهند، از جمله عزیزان خودشان را، والدین خودشان را، دوستان و نزدیکان و اقارب خودشان را از دست می‌دهند. این واقعا خیلی سنگین است و از نگاه روانی آثار مخربی دارد. پس بدون در نظر داشت مسائل سیاسی روز، همه کشورهای جهان باید به یاری این قربانیان بشتابند. من درخواستم البته قبل از اینکه از کشورهای دور و مردم جهان باشد، کشورهای نزدیک و همسایه ماست، کشورهایی که با هم همسرنوشتیم، با هم در و دیوار شریک داریم، همزبان هستیم، هم دین هستیم، هم کیش هستیم، هم مذهب هستیم. من بیشتر اونها را مخاطب قرار میدهم. متاسفانه تا اونجایی که من میدونم، کشورهای همسایه و برادرای ما آنچنانی که باید مسئله افغانستان، خصوصا این زلزله توجه میکردن توجه نکردن و الا رساندن کمک. میدونم این یک فاجعه بزرگ و سنگین است، ولی اگر بخواید کشور همسایه بخوان توجه بکنن و کمک بکنن و واقعا دست به کار بشن، کار خیلی سنگین، کار خیلی سختی نیست. بالاخره همسایه ها هم وظایفی دارن که باید دامن عمل بکنن. آقای اسماعیلی، چگونه میتونیم واقعیات موجود در افغانستان را که از نگاه دنیا محفور مونده به دنیا منتقل کرد و چه گروه هایی در این زمینه مسئولیت بیشتری دارن؟ در قسمت این که گفتین که چی گروه هایی، من فکر میکنم در قدم نخست رسانه هاست. رسانه ها، مطبوعات، نویسندگان، گویندگان، اینها من فکر میکنم رسالت بزرگ دارن.
اینها باید بیشتر توجه بکنن، بیشتر فعالیت بکنن، خصوصا منت خصوصا در وضعیت فعلی. مشکل مردم افغانستان اینجاست که فعلا افغانستان در یک وضعیت تاریخی و شرایطی عجیبی قرار دارد، شرایط جهانی بدی قرار دارد. با کمال تاسف باید بگم که سیاستمداران این سرزمین، این کشور در گذشته عملکرد خوبی نداشت. در 20 سال گذشته که جهان در افغانستان حضور داشت، نتوانستند و طور درست مالی بکنند، عمل بکنند. یعنی مردم افغانستان کماکان به شدت وابسته و کمک های خارجی و بیگانه است. در حالی که در طول این 20 سال میشود خیلی در مشکلات رفع کرد. باید کاری میشود که مردم افغانستان دیگه امروز خودشون میتونستن برای خود کاری بکنند. دیگه ولایت افغانستان، دیگه استان افغانستان، دیگه مردم افغانستان با کمک اینها بیاین. در حالی که الان همه بدتر است، همه در یک شرایط قرار دارن. از طرف دیگر وضعیت جهانی هم که شما توجه هستید که حکومت به اصطلاح حیات حاکمه طالبان که مردم افغانستان را در گروگان گرفتند، با جهانی باعث ندارن و مردم جهان از این همه در افغانستان دل سرد و یه مقدار آزوده مانندن، دورن. و از همه مهمتر مسئله دیگه این هستش که مسئله اوکراین، جنگ اوکراین یا هم شدت وضعیت را دیگرگون کرده است و توجه جهانیان را منحرف و در اخیر همینطور قبلا اشاره کردم موضوع جنگ اسرائیل و فلسطین. پس من فکر میکنم که رسانه ها بیشتر باید توجه بکنن و یکی از راه همین است که بیشتر صحبت بشود، بیشتر گزارش داده شود. و لذا من اینجا جا دارد که بنده از شبکه تلویزیونی شما علیه السلام تشکری خاص داشته باشم که همچنان به یاد مردم افغانستان است و به آنها یاری می‌رسانند و به آنها